مسلما بعد از گذروندن یک هفته چه بسا سختی ها و مشکلات و تلاش ها برای نیاز ها و حاجتمون احتیاج داریم به این که آرامش داشته باشیم. آمین. و کلیسای مسیح میاییم در این آرامش قرار بگیم و خوشا به حال شما که رأی انتخابتون این بود که در حضور خدا این آرامش رو داشته باشید. نویسنده اعلام میکنه آرامش سهم قلب کسی هست که در تصرف خدا میباشد، قلبش و مال اون هست. و اینه که شما قلبتون رو به مسیح دادید، اینو بدونید که آرامش حقیقی رو دارید و اون هستش که کاملا ما رو درک میکنه، اون هستش که نیاز حقیقی ما رو میدونه. گاهی هست ما تمام سعی و تلاشمون رو میکنیم به یک نفر بفهمونیم این نیاز من هست، این حاجت من هست. حتی گاهی نزدیکانمون گویا ما رو درک نمیکنن، ولی خدا از چهره ما رو میفهمه. چون خدا به چی نگاه میکنه؟ به قلب ما نگاه میکنه، به دل ما نگاه میکنه. اون این آگاهی رو داره، ولی چه بسا خیلی ها نزدیک ما هستن از دل ما آگاه نیستن. از این رو بهترین جا اومد. شخصی توی بیابون داشت قدم میزد و میبینه یه صدایی میاد، میگه کمک کمک. بعد میره میبینه یه چایی هست، از توی چا دارن دادا یکی داد میزنه کمک کمک. دست میکنه تو جیبش، یه پولی میندازه، میگه عجب دور زمانی شده، گداها تو چا هم میرن گدایی میکنن. وقتی قابل درک نباشه، ما میبینیم که متاسفانه هر قدرم که دلایلی برای قانع کننده برای دیگران داشته باشیم، باز نیز آنچه را که قلب ما میخواد گواهی بده دیگران نمیفهمن، اما خدا قادر هست اون رو بفهمه. امروز آخرین درس محبت نخستین رو به اتمام خواهیم رسون. آیا همه بروشور دارن؟ عزیزانی که بروشور ندارن دستاشون رو بگیرن بالا که براشون بیارم. اما برای حفظ آن و ثابت ماندن در عشق حقیقی میباید همون گونه که دوره کردیم تعلیم یابیم تا این محبت شیرین و این تعلیم محبت نخستین را که حقیقتاً دلنشینم نیز هست، در تمام ایام و در تمام لحظات زندگیمون در کناری که مطالعه میشه اعلام بشه، در کناری که اعلام میشه بتونیم اون رو تمرین کنیم تا مبادا به محبت نخستین ما نسبت به هر کسی، نسبت به خدا، نسبت به همسرت، نسبت به فرزندت، نسبت به همسایت، نسبت به همکلاسی، هم کلیسایی نیز خدشه‌ای نخوره. شاعر اعلام میکنه تن به جان زنده است و جان از عشق، در بدن روح ما روان از عشق. هم جسم ما، هم روح ما، هم افکار ما هست که به توسط عشق میتونه، عشق حقیقی نیز پایدار باشه. بر همین اصل هستش که تصور میکنم بهتر هستش از همون آیات ثابتی که ما هر دوره داریم استفاده کنیم. از همین ابتدا آیات کلیدی که خواهش میکنم این آیات رو حفظ کنید لطفا. بریم با هم دیگه بشنویم از نامه مکاشفه یوحنا 2:2-5. در جمع ما چند نفر نامه مکاشفه رو مطالعه کردید؟ بله، خیلی ممنون. معمولا با یک نگاه سختی به سمت این کلام میریم، این نامه میریم، چرا که تصور میکنیم که حتما باید برای ما تفسیر بشه. مسلما کتابایی هست، توضیحاتی هستش درباره آن، اما کلام خداوند میگه خوشا به حال کسی که این نامه رو میخونه، این آیات رو میخونه. پس همه باید این نگاه رو به این کلام داشته باشیم که نویسندش یوحنای رسول هستش و در اصل صحبت از اون رویایی میکنه که یوحنا میبینه و ملاقاتی که با عیسی مسیح داره و عمدتاً در مورد روزهای آخر، یعنی پیش از پایان جهان، و در مورد نبرد آخر مسیح با شیطان هست و نبرد آخر ایمانداران به مسیح با شیطان و مخالفین انجیل مسیح هستش که صحبت میکنه. هرچند صحبت از نامه‌ای هست به 7 کلیسا، اما اون کلیسا رو چه کسایی تشکیل میدن؟ ایمانداران. پس صحبت اون با ایمانداران هست، با من و شما داره سخن میگه تا بتونه در کنار این که ما رو تقویت میکنه،
این هوشیاری رو ما بده که مبادا توی طلاهای قرار بگیریم و همین طلا دلیلی بشه که ما اون مسیر نجاتی که خدا برامون مهیا کرده و رایگان به ما داده رو نیز بهش آسیب بزنیم در زندگی خودمون. بریم با هم دیگه بشنویم لطفاً. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد. اولین کلام با تشویق داره میاد، خیلی هوشیار باشید برای یک رابطه درست با هر کسی. در ابتدا مشفق باش، حتی اگر شخص میبینی یه ایرادی داره و همین الان شما میخوای ایراد رو بهش بگی، اول تشویقش کن، اول کمکش کن نسبت به کارهای خوبش و بعد بیا اون مواردی که احتمالاً از اون میبینید و خوب نیست رو سخن بگید. بله؟ و آنانی را که خود را رسولان میخواندند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. پس داره تشویق میکنه، شما را هم داره تشویق میکنه، میگه میدونم که شماها منو دوست دارید، که روز یک شنبه که روز استراحتت بوده، روز تفریحت بوده، هزار تا کار داشتی، میتونستی بری حتی درآمد بسازی برای خودت، اومدی کلیسا، مسیح داره ازت تشکر میکنه، میگه من زندگی تو رو مبارک خواهم خوند، تو که خودت رو خادم خدا میدونی، چه روی این صندلی میشینی و چه پرستش میکنی و هر کاری داری میکنی. کلام خداوند عبرانیان 16، من اینو خیلی گفتم، یه نفر میتونه بلند بخونه؟ میگه کلام خدا میگه من بی‌انصاف نیستم که خادم خودم رو فراموش کنم. پس شما که اومدین اینجا منتظر برکت باش، امروز باید یه برکت بگیری شما، اون برکت که به عنوان یک نیاز و خلأ توی زندگیت هست. بله؟ لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. پس خیلی ممنون. در اصل داره میگه رویای خودت رو فراموش کردی. رویای کلیسای مسیح چیه؟ رویای کلیسای مسیح درسته که در مسیر متا 28:19 هست که برویم و قوم‌ها را بشارت بدیم، ولی فراموش نکنیم کلام خداوند در پیدایش 1:26-28 و متا 5:48 اشاره میکنه که خدا انسان را آفرید شکل خودش و قرار هست من شکل خدا بشم، پس قرار هست من خدا با خدا مدام ملاقات داشته باشم. گویا که کلیسا اونقدر مشغوله که ملاقاتش با خدا باعث، عدم ملاقاتش با خدا باعث شده اون محبت نخستی رو نداشته باشه. کسی میتونه محبت حقیقی داشته باشه که از منبع عشق و محبت نیز بتونه پرورانده بشه وجودش، یعنی در حضور خدا. و میبینیم که کلیسای افسوس متاسفانه مورد انتقاد این گونه قرار میگیره. اینجا ما نیز باید خودمون رو چک کنیم، همون گونه که قبلا از انجیل مرقس 12:30-31 خوندیم، میخوایم بازم این قسمت رو بخونیم و با این آیات ما باید زندگی بکنیم تا تعریف درست محبت نخستین رو بدانیم. اعلام میکنه و خداوند خدای خود را به تمامی دل. گویا کلیسای افسوس در این قسمت ضعیف بود، خیلی هوشیار بود چون اجازه نداده بود معلمین کاذب وارد کلیسا بشن. میگه و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت. خود یعنی درک درست نسبت به خودت، چقدر خودت رو دوست داری، چقدر به خودت علاقه داری، چرا خودت رو دوست داری، چرا به خودت اینقدر علاقه مند هستی، چه چیزی در خودت دیدی که عاشق خودت شدی، به همین اشتیاق به تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکام این هست و دوم مثل اول است که همسایه خود را چون نفس خود، یعنی همون علاقه‌ای که نسبت به خودت داری، همسایه خود را نیز میگه با چون نفس خود محبت نما، بزرگتر از این دو حکمی نیست. وقتی که من به موقعیت‌های زندگیم نگاه میکنم اما اولویت اون رو اول به خدا میدم، باز برای تشویق میخوام بگم مانند شماها که اولویتتون رو به خدای زنده دادید برای خدمت، برای آمدن به کلیسا، چون دل به اون دادید، این رو بدونید
در تمام امور زندگیتون که امروز خلأهای خالی هست، همون عشق خدا پرش خواهد کرد و شما رو برکت میده. بزرگی میگه مشغول دل، مشغول دل باش نه دل مشغول، فرهاد که باشی همه چیز شیرین هستش. وقتی که اجازه بدی با این عشق نیز در این قلم رو قدم برده. هست ادامه آیات لطفا بفهم. پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور. از کجا افتادیم؟ وقتی که ما نسبت به آنچه را که در گذشته گفتیم، سوء تفاهم ها، شایعات، تلخی ها باعث کدورتی شده، یک نگاهی باید بکنیم از کجا افتادیم، اون رو باید بررسی کنیم. اگه وقت بشه بیشتر دربارش صحبت میکنیم و بعد میتونیم توی جایگاه محبت نخستین به راحتی قرار بگیریم. بله؟ و الا به زودی نزد تو میایم و چراغدانت رو از مکانش نقل میکنم. خب اگر نگاهش اینجا به کلیساست، ولی به خانوادت هم هست. مردان مسئول خانواده هستید، زنان مسئول هستید که در اتحاد بین همسر و فرزندان و موقع زندگیتون سفت و محکم بایستید، مبادا گسسته بشه این کانون خانواده. در غیر این صورت میدونیم که خانواده از هم پاچیده خواهد شد، رابطه ها و دوستی ها نیز از بین خواهد رفت. بله؟ تموم شد. میتونیم برای این کلام دست بزنیم. بنابراین کلام خداوند ما رو تشویق میکنه به یاد بیاریم عهدهای خودمون رو، عهد خودمون رو با خدا، عهد خودمون رو با خودمون، با خلق خدا، با تمام کسایی که در برابر ما هستن. چرا در غیر این صورت سرد و ناامید خواهیم شد؟ چرا در غیر این صورت متاسفانه کم میل و بی توجه خواهیم شد؟ از این رو هستش که میباید در قدم اول اندیشه کنیم، دعا کنیم، تحقیق کنیم، مشورت نماییم که چه اتفاقی افتاده که من سرد شدم؟ چه اتفاقی بین من و خودم افتاده که دیگه به خودم توجه ندارم؟ چه اتفاقی افتاده که من نسبت به همسرم گویا توجه ندارم؟ البته من که چنین جرأتی ندارم، من دارم با شما صحبت میکنم. بله. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده که نسبت به بچه‌ام انگار سرد هستم؟ نسبت به دوستانم، منیجرم، کسایی که قبلا میشستیم با همدیگه صحبت میکردیم و رابطه هامو چقدر خوب و شیرین بود، اما چه اتفاقی افتاده؟ پس لازمش اندیشیدن هست، دعا در حضور خدا هست، تحقیق و حتی گرفتن مشورت هستش تا بتونیم به همون رویای اصلی، هدف اصلی نیز قرار بگیریم، تا مبادا در شرایطی که میتونه مواردی رو برای ما ایجاد بکنه مطابق آن نکات قبل که باعث سوء تفاهم بشه، دلشکستگی و نیز دروغ و شایعاتی که متاسفانه باعث خواهد شد که من محبت حقیقی رو ترک کنم. محبت حقیقی باز با خودم، خانوادم، خلق خدا و نیز خدا که باعث ناامیدی و بیمیلی و نیز شرایط سختی میشه که من اون محبت نخستین رو نداشته باشم و بی تفاوتی نیز در من عمل خواهد کرد که از رویای اصلی خودم دور بشم. اگر ما رویاهای زندگیمون رو نسبت به کارمون، تحصیلاتمون، ازدواجمون، درآمدمون به رویای اصلی در حضور خدا که کامل شدن هستش گره بزنیم، هرگز رویاهای زندگی زمینی ما آسیب نخواهد خورد. هرگز. چرا که میدونیم توی رویای اصلی دست خدا با ما هستش و حفاظت خدا با ما هستش که آن رویاهایی که به اصطلاح دنیوی میدونیم، حالا هر آنچه که میتونه صدای معنویت مانند تحصیل داشته باشه نیز خدا اون رو حفظ خواهد کرد و من رو حمایت میکنه. چرا که اگر بی توجه باشم، همه ما به نوعی طرد شدن رو تجربه کردیم. کسی از طرد شدن رو تجربه نکرده باشه در جمع ما؟ من فکر نمی کنم. از دوران کودکی بوده، دوستانی ما رو ترک کردن، بزرگ شدیم، عزیزانی ما رو ترک کردن یا حس طرد شدن داشتیم. و یکی از بدترین تجربیات طرد شدن هست.
آدم و حوا در باغ عدن این احساس رو داشتن و این حس به ما رسید. اما بدتر از همه میدونید چیه؟ اینه که ما خودمون رو طرد میکنیم و ما هستیم رویاهامون رو طرد میکنیم. و زمانی که من درک درست نسبت به جایگاه عشق و محبت ندارم، مدام من در حین ترک کردن هستم و شرایطی رو برای خودم قرار میدم که من منزوی خواهم شد، دور از تمام چیزهایی که میتونه برای من خوب باشه، به من آرامش بده، به من قوت بده، نیز قرار بگیرم. و در این موقعیت متاسفانه با واژه‌هایی مانند طلاق و فرار و اخراج و دوری نیز قرار میگیرم که نمیتونه به من جایگاه خوبی رو نیز بده. اما از اونجایی که همه ما خوانده شدیم برای شاگردی مسیح، آمین، شاگردی مسیح یعنی که کاملا من کپی بزنم مثل خود مسیح، آمین، من چون ایمان دارم به عیسی مسیح و مطمئن هستم که خداوند مطابق آنچه که به من داده، به نام من کی هستم؟ شاهزاده هستم، من فرزند خدا هستم، من کاهن هستم، اینها رو داده، تواناییش هم داده، مستش هم داده. برای همین لازم هست خادم خدا عطایای خودش رو بشناسه. نه گرفتی، نمیشناسی. درست کلام خدا میگه با غیرت بطلب، اما خیلی موقع ها ما عطایی که خدا به ما داده نمیشناسیم چه عطایی است. چرا؟ چون تو مجموعه خدمت و عشق ورزی قرار نمیگیم، فقط میایم کلیسا میشینیم، شاید ده یکت هم داری میدی، داری رابطات هم خوب انجام میدی، سعی میکنی توی چارچوب یک شخصی که به عنوان شاگرد خداوند هستش، فرزند خدا هست، جایگاه خوبی رو داشته باشی. اما چون عطای خودت رو نمیشناسی، متاسفانه همیشه منتظر هستی کشیش یک کاری بکنه، معلمین یک کاری بکنن، خادمین یک کاری بکنن، غافل از این که خود شما این توانایی رو دارید که بتونید بهترین موقعیت رو داشته باشید. و مسیح ما رو برای شاگردی خوند، اما مسیح نمیخواد ما همیشه شاگرد باشیم. لازم هست از این جلد شاگردی درآییم و آماده باشیم تعلیم بدیم دیگرانو. مطابق دوم تیموتائوس 2:2 میگه آنچه را که به تو آموختم به دیگران بیاموز که به دیگران نیز خواهند آموخت. شاگرد مسیح هستیم، اما مسیح گفت شما نیز با ایمانتون میتونید کارهای بزرگتر از من انجام بدید. پس لازم هستش که از جایگاه خودمون بلند بشیم، اون جایگاهی که فکر میکنیم به عنوان یک ایماندار ثابت، چون همین باعث خواهد شد که من پی نبرم به رفع آنچه که باعث شده محبت نخستین خودم رو فراموش کنم. اندیشمندی اعلام میکنه سنگین ترین مجازات برای یک معلم این هست که شاگردانش همواره در شاگردی باقی بمانند. و مسلما خدا نمیخواد ما پیوسته به عنوان کسایی باشیم که توی جایگاه درست برای روش قرار نگرفتیم. اما سوال میتونه این باشه برای ما، اگر در طول ایام زندگی برای ما اتفاقایی میفته که باعث رنج، سوء تفاهم ها میشه، دل شکستگی و خستگی ها میشود و از طرف دیگه دلایلی میشه که من توی بدترین موقعیت طرد شدن قرار بگیرم، همون گونه که گفتم مانند طلاق، اخراج شدن، قهر کردن و حتی جنگ ها و بحث های بیهوده، آیا میتوان بازم به محبت نخستین فکر کرد؟ فکر میکنید بازم میتونیم؟ وقتی تو مشکلات سختی، البته که میتونیم، چون وعده خدا با ما هستش، چون خداوند وعده داده که ما رو هرگز رها نمیکنه و ما ایمانداران به اون جایگاهی هستیم که وعده دادیم که خداوند ما میخواییم مطیع تو باشیم، پیروی تو باشیم، آمین. ویکتور هوگو اعلام میکنه حتی تاریکترین شب نیز به پایان میرسد و خورشید طلوع خواهد کردش. اگه تو بدترین شرایط باشیم، ما مطمئن هستیم که روز نجات میاد، و چقدر بیشتر برای ماها که فرزند خدا هستیم. کتاب ارمیا 31:3 آیه معروفی هستش که خداوند به ارمیا میگه، خداوند به اسرائیل میگه، خداوند داره با من و شما صحبت میکنه، خداوند داره با کلیسای زندهش صحبت میکنه، اعلام میکنه با محبت ازلی، یعنی محبت نخستین از همون ابتدا،
تو را دوست داشتم. داره به همه ما داره میگه. هر کسی میتونه به خودش بگه. اسمشو ببره و بگه خدا هستش که من رو با محبت نخستین دوست داشته. با محبت ازلی تو را دوست داشتم. از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. یعنی به بخشش. اون جایی که بارها خداوند دید که وعده دادیم اما دروغ گفتیم. نتوانستیم. یا شادم نخواستیم انجام بدیم مطابق وعده هامون. توبه کردیم. باز خراب کردیم. اما خدا میگه من هنوز تو رو دوست دارم رسول. من محبت نخستین تو رو دوست دارم. من نسبت به تو دلچرکی نشدم. پس یاد بگی نسبت به دوستانت، اطرافیانت دلگیر نشو. خسته خاطر نشو. و مطمئن باش که خداوند میخواد که تو رو برکت بده و در جایگاه درست قرار بده. چون محبت خداوند فقط این نبود که به ما بگه دوستت دارم، آفریدم، تو رو رها کنم. باز اندیشمندی اعلام میکنه عشق یعنی هرگز پشیمان نشدن. و خداوند پشیمان نشد. اگر پشیمان شده بود امروز ما نبودیم. خود زمان نوح، خداوند نوح هم اجازه نمیداد که باشه، همه رو از بین میبرد. این قادر بود دیگه، ما رو آفریده بود و میتوانست این کار کنه، اما عاشق ما بود و اجازه نداد. در اول یوحنا 4:19 میخونیم، اعلام میکنه ما او را محبت مینماییم، یعنی ما، شما که اومدید کلیسا، ما او را محبت مینماییم زیرا که اول ما را محبت نمود. ما کسی را محبت میکنیم که در ابتدا خود مسیح ما را محبت کرد روی صلیب 2000 سال پیش. و انجیل یوحنا 13:34 میگه به شما حکمی تازه میدم که همدیگر را محبت نمایید همان گونه که من شما را محبت نمودم. یعنی برای دادن جان حتی. و ما میبینیم که در این مسیر عشق خداوند ثمره داد. عشق خدا ثمرش چی بود؟ احترامی بود که به من و شما گذاشت. یگانه پسرش را داد تا ما هلاک نشیم. از این رو عشق حقیقی احترام داره. یک آداب فقط ظاهری و فیزیکی نیست، بلکه با تمام وجود هست. پشیمون نمیشه اگه کسی رو محبت میکنه. اگر کسی به کسی احترام میذاره پشیمون نخواهد شد. در نامه کلوسیان 3:13 میخونیم و اعلام میکنه و متحمل یکدیگر شده، همدیگر رو تحمل کنیم، همدیگر رو ببخشیم، همدیگر رو عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید دلایل درسته. تمام دلایل درسته. درباره رسول دلایل درسته. اما کلام خدا حکمش این هستش. ضرورت این هستش. وقتی شما بچه‌ای رو میبرید برای اینکه واکسن بزنید میگه من دردم میگیره وقتی من آمپول میزنید واکسن میزنید. درست داره میگه. اما این درد برای اون نیز مفید هستش. متحمل یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. بیل گیتس مثال جالبی میزنه، میگه اگر ما فقیر به این دنیا اومدیم، بگم هممون آشناییم با این صحبتش، میگه تقصیر کار ما نیستیم، اما اگر فقیر بمیریم تقصیر کار. اگر ما گناهکار به این دنیا آمدیم و کلام خدا میگه همه گناه کردن و اگر در گناه زندگی کردیم نمیدونستیم، اما بعد از نجات چه دلیلی داریم بازم در گناه باشیم؟ بعد از نجات، بعد از اینکه مسیح ما رو بخشیده، چرا ما نباید ببخشیم؟ اونجا دیگه ما مقصر هستیم. اونجا هستش که ما گناهکار هستیم، چرا که حکم کلام خداوند، ضرورت کلام خداوند به ما داده شده تا بتونیم در حضور خداوند افکارمون رو، دلمون رو، احساساتت رو نگاه کن، کجا افتاده، کجا آسیب خورده، اون رو نیز بشوریم. در انجیل متی 10:14-15 از شریف میخونم. درسته درباره بشارت هست. امروز شاید یه مقداری بیشتر وقتتون رو بگیرم، آخرین درس هستش، اما میخوام روش تمرکز کنید لطفاً. باید باش زندگی کنیم. میگه اگر کسی شما را نپذیرد، داره به رسولانی میگه که رفتن بشارت دادن،
میگه اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه میگویید گوش ندهند، وقتی آن خانه و یا آن شهر را ترک میکنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید، بدانید که در روز قیامت حالت سدوم و غموره از آن شهر بدتر خواهد شد. در اصل مسیح داره میگه اونهایی که باعث رنج شما شدن، تلخی شما شدن، آزار شما شدن، باهاشون نجنگید، مثل اونها عمل نکنید، چون اونها خودشون انیوی بر علیه خودشون هستن، ضد خودشون هستن، اونها خودشون دارن خودشون نابود میکنن. درسته اینجا موضوع بشارته، ولی اینو بدونید عیسی مسیح منظورش این نبود که اگر رفتید بشارت دارید توی شهری شما را نپذیرفتن بیاید بیرون. اگه این گونه بود که کسی ایمان نمی آورد. حداقل من فکر کنم در رابطه با اینکه من به مسیح ایمان بیارم، حداقل 20 نفر با من خوب صحبت کردن، با محبت صحبت کردن و من با همشون بد صحبت کردم، اما اونا منو رها نکردن، چون روحی که در اونها بود، روح القدس که در اونها بود، اجازه نمیداد. منو تحمل کردن، تحمل کردن. وقتی با قرآن وارد کلیسا شدم تحملم کردن، با اینکه ارمنی بودن عزیزان، آشوری بودن، منو تحمل کردن تا مسیح منو ملاقات کرد، مسیح ایمان آوردم. پس منظور مسیح این نیستش که شما وقتی یه نفر بشارت دادی، به شما حتی عذر میخوام توهین کرد، شما اونو رها کنی، بلکه وقتی که میگه پاهای خودتو بتکن، افکار خودتو بتکن، احساساتتو از اون آزردگی ها بتکن و بیا بیرون، ولی ادامه محبت بده، در ادامه محبت باش. از این بود که عیسی مسیح پای شاگردان خودشو شست، چون گفت آلوده خواهند شد و حتی پتروس نیز ممانعت میکرد، اما اجازه نداد که در اون موقعیت قرار بگیره. و ما میدونیم توی تمام سختی ها و مشکلات وقتی اون رو به حضور خدا بریم، خداوند ما رو برکت خواهد داد. خسته هستید یا نیستید؟ خدا رو شکر. بریم با هم دیگه مزمور 37 رو لطفا از انجیل کتاب مقدس شریف میخوام بخونید لطفا، خیلی بهتر باز کرده، من کمتر صحبت خواهم کرد، کل مزمور رو میخوام بشنویم. این کلام خداست. خیلی موقع ها ما فکر میکنیم که توی این دنیا خیلی افراد هستن که دارن ظلم میکنن، ستم میکنن. برادر رسول، چرا اونا احتیاج به موعظه‌ای مانند شما ندارن، به انجیل مسیح ندارن؟ اونا که دارن ظلم و ستم میکنن، زندگیشون هم از همه ما بهتره، از شما هم بهتره. برادر رسول، چگونه هستش؟ این نویسنده هم این گونه اینو داره میگه، لطفا بفرمایید. به راستی خدا برای قوم اسرائیل و همه کسانی که دل پاک دارن نیکوست، اما من... به راستی خدا برای شما نیکوست. حقیقتا خدا شما رو دوست داره. حقیقتا شما امروز میتونید از دستان پر محبت خدا برکت بگیرید، چون در برابر خدای نیکویی ها ایستادی. بله، اما من نزدیک بود ایمان خود را از دست بدهم و او راه راست و از راه راست منحرف شوم، زیرا از دیدن موفقیت اشخاص متکبر و شریر حسد می‌ورزیدم، زیرا که زحمت نمی‌کشند و بدنی قوی و سالم دارند، مانند دیگران رنج و زحمت نمی‌کشند و گرفتاری‌های مزمور 73 نه بعضیا میگن عذر می‌خوام، این دیگه از پیریه، جد آبایتون پیره، کی گفت؟ بله، بنابراین به غرور آراستند. بله؟ و به خشونت ملبس شدند، دلهایشان پر از شرارت است و افکار شرارت آمیز در سر خود دارند. مردم را مسخره می کنند و حرفای زشت می زنند. متکبرند و در پی آزار دیگران هستند. حرفهای کفرآمیز به ضد خدا می ورزند و با گستاخی بر مردم حکمرانی می کنند. این نگاه نویسنده است. نگاه من و شما هم گاهی می تونه اینطوری باشه، چون ما داوریمون بر حسب چی هست؟ آنچه که می بینیم. مانند خدا نیست که به دل نگاه میکنه، ولی خدا به دل نگاه میکنه. و اگر ما امروز توی مشکلات و سختی‌ها و فشارهایی که رومون میاد و به طور خاص خودمون تو تارگت قرار میگیریم توی اون فشار، اگر بریم در حضور خدا، خدا هستش که جواب این سوالات رو به ما خواهد داد. آبراهام لینکلن نیز اعلام میکنه، من خیلی اوقات به زانوهایم افتادم چون مطمئن بودم به جای دیگر نمیتوانم پناه ببرم برای دعا کردن، که اون هستش که به من آرامش میده. بله،
بنابراین حتی قوم خدا از آنها پیروی میکنند و آنها را میستایند. میگه حتی ایماندارا اونها را قبول میکنن. آدم های ظالم هستن اما ایماندارم اونو تاییدش میکنه، ظلم اونو داره تایید میکنه. بله، آنها میگویند خدا نمیداند، خدای متعال از کارهای ما با خبر نمیشود. مردمان شریر را ببینید، آنها زندگی راحتی دارند و ثروتشان روز به روز زیادتر میشود. من بیهوده خود را پاک نگه داشتم و از گناه دوری میکنم. تا حالا شده این گونه فکر کنید؟ من هر یک شنبه میرم کلیسا، پنج شنبه ها میرم کلیسا، همش دارم دعا میکنم، ولی چطور این افراد بی ایمان نه کاری به خدا دارن، نه کلام میخونن، هیچ نه کمکی میکنن، اینا زندگی هاشون چقدر خوبه؟ نکنه اونا درست هستن؟ این تدبیر اشتباه ما هستش زمانی که این گونه فکر میکنیم. همون گونه که این نویسنده نیز میبینیم این گونه داره میگه. بله، صبح تا شب در زحمت و مهنت به سر میبرم و هر روز سرزنش میشوم. اگر من آن حرفها را زده بودم در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب میشدم. من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم اما فکرم به جایی نرسید تا آن که به معبد بزرگ تو رفتم. آنگاه فهمیدم که چه سرنوشت بدی در انتظار شریران است. چرا؟ چون خدا براش باز کرد، چون نگاهش عوض شد، دیگه نگاه انسانی نبودش. به ملا نصرالدین گفتن خورشید بهتر یا ماه؟ گفت خب معلومه ماه. گفت چند؟ چرا؟ گفت آخه خورشید یه موقع میاد که هوا روزه روشنه، ولی ماه خیلی خوبه، تو شب میاد که همه جا روشن میکنه. بله، ما نمیدونیم دلایل رو، به سادگی اشتباه رو تعریف میکنیم. بله، آنگاه فهمیدم که چه سرنوشت بدی در انتظار شریران است. تو آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتند و نابود شوند. آنها یعنی در... تو اجازه خواهی داد. خدا هرگز باعث مرگ نمیخواد بشه، هلاکت نمیخواد بشه. خدا اجازه میده عزیزان. این ما هستیم که داریم انتخاب میکنیم. کلام خداوند میگه برکت و لعنت در برابر توه. تو هستی که انتخاب میکنی. در کتاب جامع نیز سلیمان اعلام میکنه، میگه خدا انسان را به راستی آفرید، اما این انسان بود که اختراعاتی کرد که تو مسیر دیگه ای قرار گرفت. بله، آنها در لحظه ای نابود میگردند و عاقبتی هولناک خواهند داشت. آنها مانند خوابی هستند که صبح فراموش میشود. هنگامی که توی خداوند برخیزی آنان محو میگردند. زمانی که روح من افسرده و دلم شکسته بود، احمق و نادان بودم و در حضور تو مانند حیوانی بیشعور رفتار کردم، با این وجود همیشه به تو نزدیک بودم. آمین. مرسی، ممنون. یه دست بدن برای کلام خدا. لطفاً مزمور 73 رو بخونیم، چون وقتم نداریم، نمیخوایم بیشتر تو این قسمت برسیم. هدف این هستش که بتونیم در زمان مشکلات و سختی هامون، در زمانی که احساس میکنیم محبت نخستین ما سرد و نامید شده، در ابتدا به حضور خدا بریم. به چند نکته میخوام اشاره کنم نسبت پایداری برای محبت نخستین و احترام حقیقی. اینا توی بروشوراتون نیست، فقط اگر خواستید میتونید روی تکرار برنامه که روی فیسبوک هست اون رو دوباره گوش کنید. نکته اول، تمرکز به هدف خلقت بر گره زدن تمام اهداف زندگیمان به اراده خدا. یعنی از اون بطلبیم، از خداوند دست یاری رو بگیریم. نویسنده اعلام، شاعری اعلام میکنه، هر که منظور خود از غیر خدا میطلبد، او گدایی است که حاجت ز گدا میطلبد. اگر مشکل و سختی داری اشکال نداره پیش مشاورین میری، پیش روانشناسا میری، پیش کانسلر میری، اما آیا اولین قدم رو برای خدای زنده خودت برداشتی و یا نه؟ نکته دوم، پذیرش این که همه و همه چیز همیشه به میل ما نخواهد بود. و در انجیل یوحنا 16:33 نیز اشاره میکنه، عیسی مسیح میگه من نمیگم مشکلات و سختی ها برای شما نخواهد بود. مشکلات و سختی هاست، اما همان گونه که من پیروز شدم شما نیز پیروز خواهید شد. و ضرب المثل میگه تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد. هر کجا تو داری پیشرفت میکنی، موفق هستی، توش یه سختی هم نیز خواهد بود. نکته سوم، پاکسازی تمام اخبار بد درونی و بیرونی، شایعاتی که از بیرون اومده
باعث سردی تو بین دیگران، بین خودت حتی شده، جهانت شده، اون رو پاک کنی در حضور خداوند. و اخبار بدی که شنیدی چه از درون و چه بیرون که باعث این شده که دل تو پر از غم باشه. با سقراط میگه دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمیگیره. اگر دنبال حکمت هستیم اول باید دل خودمون رو پاک کنیم. نکته بعدی، دلایل سوء تفاهم ها، دلشکستگی ها و اختلافات رو بررسی نموده و در صورت مقصر بودن آماده توبه و پوزش باشیم. چرا که از سرزنش آزاد خواهی شد، از اون حس بد نیز شما آزاد میشی و بهتر میتونی روی سکوی محبت نخستین بیستی. نکته بعد، آماده باشیم تحت اراده خدا و حمایت او از نو شروع کنیم و مجال به ترس و افسردگی و خستگی ندهیم، چرا که این باعث خواهد شد که ما توی بدترین شرایط قرار بگیریم و امید اصلیمون رو از دست بدیم. نکته آخر، هر نوع حس بی‌تفاوتی نسبت به خدا، خود، دیگران، با معلمین، با مشاورین، به طور خاص کلیسا، مخالف این نیستم که با مشاورین بیرون از کلیسا در میون بذارید، بهتر از که با یک مشاور در میون بذارید، اما به عنوان یک ایماندار تشویقتون میکنم که با شبانتون در میون بذارید، با معلمینتون، با خادمین کلیسا، اونم یک یا دو نفر، خیلی سرتو شلوغ نکن، چون به جایی میرسی که نمیدونی باید چه کار کنی. یک نفر بهتره که ازش مشورت بگیری، چون باعث این خواهد شد که شما توی جایگاهی باشی که بهترین مشورت رو بگیری و بدونی حداقل اگرم خراب شد چه کسی به شما این مشورت رو داره میده که موقعیتی رو میتونه براتون درست کنه برای یک زندگی خوب روی سکوی محبت نخستین بیسیم. بریم با هم دیگه اول پتروس هم لطفاً 2:13-25 رو سریع لطفاً داشته باشیم که پتروس رسول اشاره به محبتی میکنه که این محبت در جایگاهی قرار گرفته که ثمرش شده احترام. احترام به خودت، به خانواده، حتی صحبت از احترام به دولت نیز داره اشاره میکنه. بله؟ اول پتروس 2:13-25. لحاظا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید. لحاظا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید. به خاطر خدا، به خاطر احترامی که خدا به همه ما گذاشت. از اون احترامی که از خدا گرفتی، از اون محبتی که از خدا گرفتی، در همین مسیر، نه اینکه درک نکنیم بگیم ما فلان رو به خاطر فلانی دوست داریم، نه، اون ارزش نداره. با درک موضوع که خدا چقدر مرا دوست داشت، من دیگری رو بتونم محبت کنم. بله؟ خواه پادشاه را که فوق همه است و خواه حکام را که رسولان وی هستند، به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران، زیرا که همین است اراده خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردمان بیفهم را ساکت نمایید. مسلما هدف این است شما هر دولت ظالم رو احترام بذارید. خیر، دولت هایی که مطابق یک قانون و یک اصول، حتی مطابق کتاب مقدس هم نیستن، نباشن، اما یک اصولی درش هست که درش انصاف هست، شاید عدالت نباشه، اما حداقل اون رعایت انصاف هستش، اون قوانین رو ما رعایت بکنیم. بله؟ مثل آزادگان، اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت می سازند، بلکه چون بندگان خدا همه مردمان را احترام کنید. شما وقتی که احترام به یه نفر می زایید، نتیجه احترام شما چی میشه؟ احترام هستش. پس این اولین جوابی هست که ما دریافت می کنیم. وقتی به دیگری احترام می زاییم، حتی به دشمن خودت، وقتی احترام میذاری، مسلم بدون اگر دشمن، برای دشمن شما امکان داره که شما رو باز بین ببره، یه مکسی میکنه، یه فکری میکنه. این صحبت از احترامی هستش که از طرف خداوند نیز اعلام میشه. نویسنده میگه وقتی دیگران رو به اوج برسانید، آنها هم شما را به اوج میرسانند. پس
می‌بینیم که در برابر احترامی که ما می‌ذاریم دیگران نیز به ما احترام خواهند گذاشت. بله؟ برادران را محبت نمایید، از خدا بترسید، پادشاه را احترام نمایید. ای نوکران، مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس. خب اون زمان این گونه بود که مانند غلام و نوکر و اینها بودش. موضوع منیجر و کارمند و کارفرما و کارگر هستش عزیزان. با اون زبان داره صحبت میکنه. کتاب تفصیلی هستش که داره صحبت میکنه. امروز کارمندان بتونن مطیع باشن، چون شما فرمی رو پر کردید، وقتی رفتید استخدام شدید قول دادید که من میخوام مطیع این قوانین باشم، پس صادقانه اون رو باید انجام بدیم به عنوان فرزندان خدا. بله؟ و نه فقط صالحان و مهربانان را، بلکه کج خلقان را نیز، زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خدا دارد در وقتی که ناحق زحمت میکشد دردها را متحمل شود. گاهی هستش که ما فکر میکنیم الان توی جایگاهی هستیم که رو ما سختی هست، روی ما مشکلاتی هستش، چه لزومی داره ما محبت بکنیم، چه لزومی داره ما احترام بذاریم. از طریقهای انسانی میخواییم استفاده بکنیم و اونجا هستش که ما بیشتر آسیب خواهیم خوردش و فضایی رو نمیدیم که خدا برای ما کار بکنه. بله؟ زیرا چه فخر دارد هنگامی که گناهکار بوده تازیانه خوردید و متحمل آن شوید، لکن اگر نیکوکار بوده زحمت کشید و صبر کنید، این نزد خدا ثواب است، زیرا که برای همین خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدم های وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد، چون او را دشنام می دادن، دشنام پس نمی داد و چون عذاب می کشید تهدید نمی نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد، که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شد به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافتیم. آمین. ایمان داریم که به ضربهای او ما شفا یافتیم. اگر ما چنین ایمانی داریم به همین راحتی مشکلات و سختی هامونو میتونیم در حضور همین خدای زنده ببریم که سختی و مشکلات رو از زندگی ما بر میداره و به ما این قوت رو میده که ما نیز بتونیم به عنوان همکاران او مانند مسیح نیز بر روی زمین عمل کنیم، ولی قدرت اون در ما کار بکنه. اگر این تشنگی در ما باشه، شاعر میگه خدایا عشق را در من برانگیز. این میتونه صدای دل همه ما فرزندان خدا باشه، چرا که کلام خداوند این رو از ما خواسته. خدایا عشق را در من برانگیز، ندای عشق را در من رسا کن، از این مردا بودن در هراسم، مرا از ننگ بی عشقی رها کن، مرا مهتاب کن در تیر شبها که به هر کلبه ویران بتابم. دل ما نمیسوزه وقتی مردم تو مشکلات و سختی هستن، میخوایم کمکشون کنیم، احتیاج به توانایی خدا داریم، احتیاج به مس خدا داریم. دم گرم مسیحایی به من بخش که بر بالین بیماران شتابم، مرا لبخند کن لبخند شادی که بر لبهای غمخواران نشینم. این مأموریتی هستش که خدا به همه ما داده نسبت محبت نخستین هستش. آیات بازم از آن رو که مانند گوسفندان گم شده بودید، لکن الحال به سوی شبان و اسقف جانهای خود برگشته اید. آمین. 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 میتونیم برای این کلام خدا دست بزنیم. پس زمانی که توی جایگاه درست محبت نخستین میستیم، احترام ثمرش میشه. وقتی که احترام ثمرش میشه، مسئولیت جایگزین هر وظیفه خواهد شد. شما دیگه انتظار از دیگری نداری و دیگری از تو انتظار وظیفه نداره. همه ما به خاطر روحی که خدا ما داده مسئول هم هستیم نسبت به همدیگه تا همدیگر رو محبت کنیم. بریم با همدیگه نکات رو داشته باشیم لطفا. در طول تاریخ تو کتاب مقدس اگر نگاه کنیم میبینیم رابطه هایی که درشون بی تفاوتی بوده، مانند قائن که نسبت به برادر خودش هابیل بی تفاوت بود، چه کار کرد اونو؟ کشتش. مانند برادران یوسف که نسبت به یوسف و سخنان یوسف بی تفاوت بودن و این عشق، چه کار کردن؟ اونو تو چاه انداختن. بی تفاوتی اینها رو میاره. اما اگر رجوع کنیم به اول سموئیل 18:1-4، شخصی به نام یوناتان رو خواهیم دید
پسر شاول که شاول دشمن داوود بود، اما پسرش عاشق داوود شد و او را محبت میکرد. این گونه میگه: یوناتان داوود را مثل جان خود دوست می‌داشت. مرقس 12:30-31 میگه یوناتان داوود را مثل جان خود دوست می‌داشت و ردای خود و شمشیر و کمان و کمربند خیش را به داوود داد. یعنی آنچه را که باعث برکت زندگی او بود، باعث قوت او بود، سرافرازی او بود، حتی قرار بود پادشاه بشه بعد از پدرش، اون رو به داوود میده خالصانه. اگر این گونه عمل کنیم در برابر محبتی که شدیم از طرف خدا، مطمئن باشیم محبت نخستین تو از دست نخواهی داد. بریم به نکات لطفاً. عزیزان بروشور داریم همه؟ بله، کسی از بروشور نداشته باشه؟ اونا که بروشور ندارن لطفاً بهشون بروشور رو برسونید، ممنون میشم. چگونه میتوان در محبت نخستین پایدار بودش؟ خب این سه نکته رو قبلا داشتیم. محبت نخستین با مشارکت پیوسته میتواند پایدار باشد و سوء تفاهم ها را هویدا نموده تا بتوانیم به عهدهای خود وفادار بمانیم. نکته دوم، محبت نخستین به یاد آوردن اولین ملاقات میتواند پایدار باشد و در دلشکستگی ها را شفا نموده تا بتوانیم در اهداف خود مصمم بمانیم. بله. نکته سوم، محبت نخستین با درایت، یعنی درک، درایت عمیق میتواند پایدار باشد و احساسات اشتباه را باطل نموده تا بتوانیم در آرامش و امنیت بمانیم. و آخرین نکته، عزیزان میتونید توی بروشوراتون جای خالی هستش، اگر ببینیم یه مقداری یادمون میمونه، اگر بشنویم یه خورده بیشتر، اما اگر بنویسیم یه خورده بیشتر، و اگر اینها رو بردارید کنار هم بذارید، این درس ها رو به دیگران درس بدید، همیشه با اون زندگی خواهید کرد. محبت نخستین با احترام حقیقی میتواند پایدار باشد و بی تفاوتی را اصلاح نموده تا بتوانیم با مسئولیتی عاشقانه کنار هم بمانیم، بدون جدایی ها، بدون قهر، بدون سوء تفاهم ها. و نیز این حقیقتی هستش که خداوند میخواد ما درش زندگی کنیم و اطمینان داشته باشیم که خداوند قوت ما خواهد شد در پایداری محبت نخستین. آمین. در غیر این صورت مدام باعث آزار و رنج خودمون و دیگران خواهیم شد. آخرین آیه رو هم بشنویم و بعد دعا خواهیم کرد. از خادمی خواهش میکنم برای جمع‌آوری هدایا لطفاً با من باشن تا این آیه رو میشنویم. نامه عبرانیان 12:14-15. بکوشید تا با همه مردم با صلح و سازش رفتار کنید. آمین. و زندگی شما پاک و منزه باشد، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. از یکدیگر توجه کنید، مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود. آمین. مواظب باشید که کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ و زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی بسیاری نگردد. آمین. آمین. اگر دلت میگیره، اگه خسته خاطر میشی، اول به خدا رجوع کن و بذار خدا افکار و دل و احساساتت رو بشوره. شاعری میگه: خدایا دلم باز امشب گرفته، بیا تا کمی با تو صحبت کنم، بیا تا دل کوچکم را خدایا فقط با تو قسمت کنم. خدایا بیا پشت آن پنجره که وا می شود رو به سوی دلم، بیا پرده ها را کناری بزن که نورت بتابد به روی دلم. و اگر اجازه بدیم در حضور خداوند حقیقتا زانوهای ما خم بشه، مطمئن باش در برابر نگرانی و ترسا و صداهای منفی هرگز زانوهای تو خم نخواهد شد. آمین.
گناه